خوبه؟ ممنونم، مرسی، بفرمایید. خانم دکتر، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. خواهش میکنم. من دخترم MS داره، بعد نزدیک 24 سالشه. ایشون چون یکم از لحاظ جنسیتی شهوتش بالاست، بعد از من تقاضا کرد که دوست با میخواد با دوست پسر 5-6 ساله‌ای که داره میخواد رابطه برقرار کنه. در این حال که من موافق نبودم. خب سنت ایرانم که میدونید چطوریه، بعد عقد کنن، فامیل بیاد، این بیاد، این بیاد، ولی با همه اینا به خاطر که بچه‌م یه خورده مشکلات روانی داشت و کلا وقتی عصبی میشد بدنش گرفته میشد، اونم مشکل MS داره. من خودم چون پدرم بالاترش نیستش، من مطلقم، کلا پدرش اینا رو رها کرده رفته. بعد به خاطر همین قضیه، نه که بخوام از سر خودم بازش کنم، پیش خودم زندگی میکنه، ولی هر وقت بخواد با اون دوست پسرش که باشه، پسر خوبی هم هست، نمیگم بده، مثلا رابطه برقرار بکنه، میره یه خونه مجردی گرفتن، اون حال اون رابطه رو با هم دارن. ولی که حالا میخواستم بعد اینکه تلفنم رو قطع کردم راهنمایی کنه که یا اشتباه راه رفتم یا درست رفتم، فقط به خاطر خوشحالی بچم، چون خوشحال میشه وقتی میره و میگن که این اگه خوشحال بشن و چی بشن سرحال ترن و اون بیماری کمتر بهشون اثر میذاره. اول از اینکه شما خب اوردی اجازه رو دادین بهش رفته این کارو کرده، حالا چه من بگم درسته چه اشتباهه، داره انجام میده، رفته و داره انجام میده. و وقتی که تو این مسئله که میرن اینها اجازه بده یه لحظه معذرت، من اجازه ندادم بره، خودش رفته بود، بعد من متوجه شدم. شما میگین از شما اول گفتین از شما خواسته که بره رابطه برقرار کنه، پسر داشته قبلا و همین که الان باشه، و به من گفت اگر اجازه ندی من خودم میرم، که من راضی نبودم، بودم در لج و رج بازی میکنه و باعث اعصاب خردش میشه تو خونه، به خاطر اون دیگه رهاش کردم، گفتم دیگه عهده نمیام. خب حالا اگرم ازدواج سفید دارن، منم میخوام همون راهو برم. اگرم جلوشو میگرفتین میگفتین نرو، به قول خودتون میرفت. به هر حال یه چیزی بوده که توی ذهنش بوده، این که میخواسته این کارو بکنه. حالا چه شما در قفل کنین روش، بگین وایسا این تو نه حق نداری بری، یا اینکه بگی برات بده. از عهدش نمی اومدم. از عهدش بر نمی اومدین به قول خودتون. بیماری ایشون تا چه حد هستش؟ یعنی در مراحل اولیه است، خفیفه یا اینکه داره؟ خیلی خفیفه. با دکتر وزیری تبا در ارتباطم، داروهایشون رو میگیرم براش استفاده میکنم، حالش خیلی خوبه. با وقتی هم که با این پسر میره میاد بهتر میشه، ولی که میگم از نظر اینکه شما من راه نمایی کنید، آیا راه درستی رو انتخاب کردم؟ اینکه اصلا حالیش نیست، این خوشه. من اینجا یه مادرم به عنوانی که مسئولیت دارم، میگم یه زمان پسر زده نشه، ولش نکنه، شکست روحی نخوره، هرچند تو ازدواج دارم همین این مسائل هست، ولی به خاطر اینکه این مریضه دارم خودم رو یکم در عذاب، ولی عهدش نمیام، اگه خودم هم تو خونه بکشم و این میره، قراری که با اون داشته باشه میره. خب پس چرا انقدر خودتون رو دارین اذیت میکنین اگه میگید که این میره؟ اگر هر کاری بکنه، اگر من اذیت الان دارم میشم، اگر این نصف بدن سر بشه، دست و پاش بگیره، شروع میکنن به من دری بری گفتن، چرت و پرت گفتن، حرفایی که نباید بگه به این مادر بگن. من خودم هم کمک بهیار بیمارستان بودم، الان بازنشسته شدم، مثلا میدونم بیماری چطوریه. مثلا میگه آمپولا رو به خودت بزن، به خودت بزن من ببینم. میگم وقتی من مشکل ندارم چطوری آمپول به خودم بزنم؟ با این میتو با نترم گیر قبلا آمپولایی که میگرفتم، آمپول رزیف و اکتوویکس و اینو که میگرفتم براش، میگفت این رو باید بزنی به خودت. بس از لحاظ روحی روانی هم ایشون اشکال داره؟ آره اشکال داره، وقتی عصبی میشه حالت، چون این چیزی که شما دارین میگین حرف یه آدم معمولی نیست، یه آدم نرمال نیست، دمدمی مزاجه. یه دفعه حالش خیلی خوبه، یه دفعه بده. وقتی خوبه که در این حال با طرف مقابلش خوب باشه و هروکر کنه و بخنده و با خودش اشغال کنه. من اگه نصیحتش بکنم مثلا بگم ماست نخور به خاطر بیماریت بده، مثلا ما ایرانی ها تب سرد میدونیم دیگه، و خود دکتر وزیر تبارم گفتن که مثلا اون تغذیش اینا باشه، نخوره مثلا ماست تو غذاش نخوره، دوغ نخوره. مثلا میگم دخترم عزیزم تو باید بدونی مشکل داری، میگه خودت مریضی، خودت MS داری. خیلی خوب،
شما آیا در با دکترشون من قطع کنم از تلویزیون؟ نه نه سوال دارم، سوال دارم، شما آیا با دکترشون در مورد این بیماری که دارن میتون رابطه جنسی میتونه براش خوب باشه یا بد باشه صحبت کردین، سوال کردین؟ چی رو؟ با دکترشون آیا پرسیدین که رابطه جنسی زیاد میتونه براش بد باشه یا بهتر باشه؟ آیا پرسیدین؟ با دکترش که تو ایران صحبت کردم، گفته مشکلی نداره، اگه از این طریق میتونه راحت باشه، خوشحال باشه. اینا باید آدمای خوشحالی باشن، نه باید غم باده بگیرن و تو حالت غم و چی باشن. اگه میبینین حالش خوبه بذار مثلا چی کن. از لحاظ آرایشم اصلا کاری باش ندارم، آرایش کنه بره بیرون هر جور مدل لباس بپوشه، ولی سعی میکنم به سبک خود ایران بپوشه که به قول معروف موانع جلو پاش نباشه از طریق حکومت و قانون و قوانینی که داره. ولی با تمام اینا دختر آزادی، از همه لحاظم خرجی و مخارج اینا خودم ساپورتش میکنم. ولی که بذاری من جواب کلی رو بهتون بدم، فکرم میکنی سعی کن اون لذت رو نبری که اون سلولای بنیادی که داری کم بشه تو بدنت. اون چیزی که میفهمم خوندم مطالعه کردم در این MS مثلا بهش میفهمونم و به راه مادرانه دارم بهش میگم، یهو برام به قول خودمون براق میشه، یهو میاد تو صورتم میگه خودت بیماری، من بیمار نیستم، به من نگو MS، تو MS داری. اوکی من الان جوابتون رو میدم عزیزم. میخواین از طریق تلویزیون گوش بدیم؟ بله اگه دوست دارین از طریق تلویزیون گوش بدیم. قربان شما، خدا. خب اول از این که متاسفم از اون چی که میشنوم برای بیماری MSی که دختر جوان داره، واقعا حیف، ولی خب امیدوارم که همیشه یک راه حلی، یک داروی باشه که حل بشه، چون بیماری MS از خفیف شروع میشه و بر اثر مرور زمان و سن که بالاتر میره اگر کنترل نشه ممکنه که بدتر بشه. برها من دکتر تخصصش نیستم، ولی با دکتر متخصص صحبت بکنید حتما. اما از لحاظ روحی روانی، روانشناسی اگر بخوایم صحبت بکنیم، اینجا این دختر خانم به هر حال داره میره با این ایشون، با این آقا پسر هست، رابطش هم داره. اگر میبینید که خوشحالش میکنه، هپی میشه، خوشحال هستش، خب داره میره و خوشحال برمیگرده، چون این یک پوینت مثبتی میتونه باشه براش و روحیش و حالش رو بهتر بکنه، ممکنه تأثیر خوبی رو بیماری MSش بذاره حتی و ادامه میده. اما ممکنه که شکست هم باشه این وسط. ببینید شما الان به من گفتید که چون ممکنه دلم میترسم که بره توی این رابطه بعد دوباره شکست بخوره، عشقی بخوره، بعد دوباره گریه بکنه، ناراحت شه. احتمال همه اینها هستش. معمولا هیچ پسری نمیمونه چند سال، الان توی این دوره زمانی رو داریم میگیم، که با یک نفر رابطه جنسی پیدا میکنه، ممکنه این آقا پسر با ایشون باشه یه سال یا دو سال باشه، بعد دوباره ول کنه بره با یکی دیگه. احتمال های این هم باید به دخترتون بدین حتما، باهاش بشینید صحبت بکنین، بگین که اوکی میخوای تو بری برو، اگه میبینم خوشحال هستی رابطه رو که داری اوردی دیگه داره، نمیتونه حالا استاپش هم بکنه. وقتی میرن توی این رابطه بیشتر میخواد، وقتی یه کسی که میره توی این رابطه جنسی و لذت جنسی رو داره میبره و خوشحالش میکنه، حالش رو خوب میکنه، مسلما دفعه دوم هم میره، دفعه سوم هم میره و ادامه میده. و این ادامه دادن ها شما باید به عنوان یه مادر راهنماییش بکنین که ممکنه که یک موقع مثلا خب به هم بخوره ارتباطت با این، اون موقع چه کار میکنی؟ باید آمادگی این هم داشته باشی که تأثیر روحی نذاره رود و تأثیر روحی تأثیر نذاره روی بیماری MSت. این یک دونه رو شما داشته باشین. و در ضمن یه نکته دیگه هم که خواستم بگم، هیچ وقت شما نمیدونید که مثلا خب 3 سال دیگه، 4 سال دیگه، 5 سال دیگه بیماری ایشون چه خواهد شد، آیا بدتر میشه، آیا بهتر میشه. ولی اون موقع اگر احیاناً بدتر بشه، اون لذت جنسی رو دیگه نخواهد داشت، نمیتونه انجام بده. و من همیشه میگم الان از لحظه‌ای که داره بذارید استفاده رو بکنه، بذارید خوشحال باشه، شاد هستش الان. اگه نرفته بود اصلا، نکرده بود اصلا، میگفتم خب نره، نکنه، نگر داره، شاید ازدواجی بکنه، ازدواجی راهی براش جلو باشه. اما اگه میبینید که بیماری داره، چون آدم بیمار با دختر بیماری که هستش، بیماری MS داشتن
با یه کسی که دختر نرمال باشه جواب من رو همیشه دوستان عزیز، وقتی من به یکی جواب میدن، جواب سوال من برای همه فرق میکنه. من این جوابی که دارم میگم شامل همه نیست، من در خصوص این دختر خانم دارم فقط میگم، اینو آگاه باشید. چون که مریض هستش و شما میبینید دخترتون خوشحاله، دخترتون هپی میشه از لحاظ روحی، خب بذارین خوشحالیشو داشته باشه، برای اینکه همونطور که گفتم بعدها نمیدونید چه خواهد شد، شاید 5 سال دیگه نتونه دیگه این لذتی که الان داره رو ببره. حداقل به خودش میگه خب من یه دوستی داشتم، یه مزه سکس رو چشیدم، فهمیدم چه جوری هستش و این رو همیشه داره برای خودش، از این لحاظ پره، خالی نخواهد بود. اما توی یک رابطه که هستش الان احتمالات هم بهش بدین. الان داره خب میره با دوست پسرش هست، احتمال ممکنه ازدواج بکنه، ممکنه که بریک آپ بکنه، ممکنه که به هم بخوره، این رو هم در نظر بگیرید، آگاهی رو بهش بدین. ولی با وجود این حتما با دکترهای دیگه هم در تماس باشید در مورد بیماریش، که چه چیزهایی میتونه احساس این دختر خانم رو از لحاظ روحی روانی بهتر کنه. چون یک مادر و به خصوص دخترتون رو که دارید میبینید، حاضرید که ببینید دختر چه کارهایی بکنید برای اینکه دخترتون خوشحال بشه، برای اینکه دخترتون هپی بشه. گاهی اوقات این رابطه های سکس، رابطه های جنسی میتونه از دارو مهمتر باشه برای بچه ها، برای دختر شما. گاهی اوقات هم میتونه ضرر داشته باشه. برای همینه که میگم از دکترش، دکتر متخصصش حتما بپرسید. ولی وقتی که میبینید دخترتون شاده، خوشحال، هپی هستش، همین لحظه رو دریابید، شادیش رو ببینید، خوشحالیش رو ببینید، که بعدها پشیمون نشید که بگید چرا اجازه ندادم، چرا نکردش، و یا دخترتون بگه بعدن گریه بکنه، بگه من هیچ وقت دوست پسر نداشتم، بگه نکردم. چون تو این سن الان مریضی رو نمیبینه، به عنوان بیماری MS رو الان نمیتونه حسش بکنه که این بیماری میتونه جدی باشه، من این بیماری رو دارم. چون تو حال و هوای خودش هست، تو حال و هوای خوشحال بودن لحظه ای که بره اون دوست پسرش رو ببینه، بره توی اون خونه با اون لحظه ای رو بگذرونه، و این لحظاتی که میگذرونه براش بزرگترین لحظه شادیه برای اون الان. به خاطر همینه که به شما میگه خودت MS داری، خودت مریض هستی، خودت اینجوری، چون هیچ چیزی رو برای خودش الان اینها رو واضح نمیبینه. برای امیدوارم جوابتون رو گرفته باشین دوستان عزیز. و خب سوال خیلی ناراحت کننده است که من میبینم کسانی که این بیماری رو دارن، همه یعنی هر کسانی که دور و برتون میبینین این کسانی رو، فقط چیه آرزومون، چیه برای اینکه میخوایم خوشحال باشن اینها، برای اینکه میخوایم شاد باشن، برای اینکه بخوایم که لحظه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم رو، نهایت لذت رو از زندگیمون ببریم. این جوابایی که من میدم شاید برای یه دختر 24 ساله که بیماری نداشته باشه شاید کاملا متفاوت باشه، اصلا یه چیز دیگه من جوابش رو بدم. و هر سوالی جواب مخصوص خودش رو داره، هر موقعیتی توی زندگی جواب خودش رو داره. همه رو با هم قاطی نگیرین و اون نگه من اینو پس این گفته اینجوری، من برم به دخترم من بگم یا دختر بره همه کاری رو بخواد بکنه. موقعیت‌های زندگی فرق میکنه و وقتی که ببینیم بچه ها مریض هستن، بیماری های گوناگونی که دارن، دوست داریم که در نهایت در بالاترین کاری بکنیم که بچه ها خوشحال باشن. فقط دنبال این هستیم که چی اینا رو خوشحال میکنه، چی یک ذره لبخند روی اینها میذاره، چی روحیه اینها چطوری شاد میشه. وقتی که روحیه آدم شاد باشه، از لحاظ ذهنی آدم خوشحال باشه، تمام اینها ارتباط پیدا میکنه به بدن، به بدن خود انسان، هر دو به هم دیگه ربط داره. بهبودی رو میتونه سریعتر بکنه. وقتی یکی عاشق باشه، یکی خوشحال باشه از دیدن یکی از کاری که داره انجام میده لذت میبره، اگر مریضی داشته باشه در مقابلش قوی تر میشه، در مقابل اون انرژیش بیشتر میشه، انرژی مثبت درون وجودش بیشتر میشه و میتونه در مقابل با بیماری که داره، حالا هر نوع بیماری که هستش، میتونه خودش رو قوی تر بکنه از لحاظ جسمی و روحی، و بهبودی رو بهتر بکنه، کنترل روی بیماری رو بیشتر بکنه. یه عده هستیم که حتی
مریضی های دیگه ای هم که داریم وقتی افسرده که باشه اصلا مریضی نداشته باشه اینجوری در نظر بگیریم، هیچ بیماری نداشته باشه، ولی وقتی که میبینیم مشکلات تو زندگی میاد از لحاظ روحی ذهنی ما آرامش نداریم، همش در فکر هستیم، همش در کلنجار داریم میریم اینو حل بکنم اون یکی رو بگیرم این مشکل رو دارم، ذهن مشغول که باشه اینا همه ارتباط پیدا میکنه به بدن، بدن مریض میشه، اینقدر میتونه تأثیر داشته باشه. پس توجه داشته باشین، آرامش، خوشحال بودن درونی، ذهن انسان میتونه روی بدنتون، روی بیماری هاتون کنترل داشته باشه. وقتی مریض روحی داشته باشین، دست درد میگیرین، پا درد میگیرید، دیپریشن میگیرید، کمر درد میگیرید، دولا دولا راه میرید، حالت صورتتون افسرده هستش، بیماری های دیگر رو زودتر جذب میکنه بدنتون، چون ایمنیوم سیستم بدنتون ضعیف میشه از لحاظ ذهنی و قشنگ میتونید مریضی ها رو جذب کنید، بیماری های روانتنی میتونید بگیرید، حتی که من در سمینار صحبت کردم راجبش که چطور یک بیماری روانتنی رو اصلا معنیش چیه، از کجا میاد این بیماری های سایکوسوماتیکی که روانشناسان فقط میگن بیماری سایکوسوماتیکه، تو اینو داری به خاطری که استرس داری، تو اونو داری به خاطری که فشار روحی داری، تو اونو داری به خاطری که مشکل داری، ولی همه اینها برمیگرده به درون خود آدم، به درون ذهن آدم. پس ما ذهنمون وقتی که ناراحت باشه، وقتی خوشحال نباشیم، وقتی شاد نباشیم به بدنمون فرمون میده، این مغز است که فرمون میده، زبون حرف میزنه، این مغزه که فرمون میده بدن چطور عمل بکنه، این مغزه که فرمون میده بدن زودتر حالش خوب بشه یا اینکه نه من مریضم حالا بعد 10 روز تخت خواب بخوابم تا حالم خوب بشه. و ذهن ما میتونه خیلی رو بدن ما تاثیر بذاره، روی بهبودیمون، روی کنترل کردنمون، روی رفتارمون، روی خوشحال بودنمون، و هر نوع بیماری رو از طریق ذهن میتونیم درستش بکنیم. و بیماری MS هم همینطوره، اگر پشت داشته باشید، اگر ساپورت داشته باشید، اگر کسی همراهتون باشه، اگر کسی دقایق رو باهاتون بگذرونه، لحظات خوشی رو بهتون بده، اینا همه چیه؟ اینا همه قوت میگیرین، اینا همه عشقه که بهتون سرازیر میشه، اینا همه داروه. دارو فقط اون نیستش که ما بخوایم از دارو رو بگیریم بخوریم، دارو رو میتونیم از انرژی های مثبت دور و برمون بگیریم، داروی محبت هست، داروی عشق هست، اینا رو وقتی ما میگیریم از دیگران برامون چیه؟ برامون بهبودیمون بیشتر میشه، یک انرژی خوبی در تمام بدنمون جریان پیدا میکنه، توی خون، توی رگ‌ها، توی پوستا میره و چی میشه؟ حالمون بهتر میشه. حالا داشتیم راجع به بیماری MS حرف میزنیم، بیماری MS همینطور هستش. میبینید اگر چیزی خوشحال میکنه کسی رو، اگر توی بیماری MS هستین، اگر بچه های مریضی دارین، هر چیزی که باعث خوشحالیشون میشه باید انجام داد، چون روحیشون که بهتر بشه، لبخندی که روی لبها بیاد، مطمئنن بدن محکمتر میشه، مطمئنم وقتی داره راه میره محکمتر راه میره، روز بعدش رو با انرژی بهتری میگذرونه، شادتر خواهد بود. پس بدن و ذهن ما روی بیماری های ما خیلی میتونه تأثیر پیدا بکنه، خیلی میتونه آدم رو قوی بکنه. دخترتون هم اگر میبینید داره شاد میشه، خوشحال میشه، چون مریض هستش، اگر دختر بدی نیست، اگر مشکل درست نمیکنه برای شما فردا، اگه دردسر براتون درست نمیکنه، اگه دختر عاقل و خوبی هستش، فقط از این یک راهی که این یک تیکه رو فقط داره که خوشحالش میکنه، این میتونه داروی خوبی هم براش باشه اتفاقا، چون رفته رفته که ما میبینیم آدم ها، هیچ وقت ما نمیدونیم دنیا فردا چه خواهد شد، فردامون، هفته دیگمون، آینده دیگمون، و میخوایم که لذت رو ببریم که فردا پشیمون نشیم که چرا من با بچه‌م این کارو کردم، چرا جلوش رو گرفتم، چرا نذاشتم حداقل لذتش رو ببره، چرا نذاشتم ازدواج بکنه، چرا نذاشتم، و خیلی از این چراهایی که بعداً پشت سر هم دیگه میاد، چون با یک بچه بیمار مریض هستید شما، و برای مریضی اون و
برای بهبودی و شاد بودن و خوشحال بودنش هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید، از لحاظ جسمانی، از لحاظ روحی، از لحاظ مالی، و اونها رو به طرف خودتون نگه دارین. اگر یه موقع هایی میبینین که بچه ها عصبانی میشن، یه موقع میبینین که بچه ها مریض هستن، یا حتی شوهرانی که مثل شوهر این خانم هم که اومدن گفتن بیماری MS دارن، ناراحت میشن، و یا بعضی ها حتی به خاطر غروری که دارن اگنور میکنن، نادیده میگیرن، و یا اینکه میگن نمیخوان، نه همچین چیزی نیستش، یه مقدار از لحاظ غرور ناراحت میشن، دوست ندارن که بشنون که بهشون بگن آه تو بیماری MS داری. وقتی میگی بیماری MS یعنی تمام از لحاظ جسمی مریض هستی، این رو دارن، و یه مقدار برای اینها سخت شنیدنش، گفتنش. مادر عزیزی که شما هستین، اگر میتونید این طریقه گفتن رو به دخترتون از راه بهتری بهش بگید، برفرض میگید ماستی که داری میخوری برات خوب نیست، میتونید جور دیگه بگید. وقتی میگه ماستی که میخوری برات خوب نیست، این یه کلمه منفیه و یه کلمه هستش که حتی چیکار میکنه، اون رو غرورش شکسته میشه، نمیخواد قبول بکنه که مریض هستش. میگه چرا به من برچسب مریضی میزنی، من اصلا دوست ندارم این کلمه رو بشنوم، این کلمه منو ناراحت میکنه، بیماری MS به من نگو. اینها رو نگین. شما در عوضش به جای اینکه بگین این ماست برات خوب نیست، یه چیز دیگه بذارین بغلش، برفس پسته بذارین، بگین این خیلی حالتو بهتر میکنه، این بهتره برای تو. حرف مثبت بزنین همیشه، کلمات مثبت به کار بردن خیلی میتونه تأثیر بذاره روی ماها، ارتباطتون رو بهتر میکنه با دخترتون، با همسرتون ارتباط ها رو بهتر میکنه، و اینی که حرفتون رو هم گوش خواهد داد مطمئنم. و رسیدیم به آخر، به این سریعی اشاره میکنم وقت تموم شد، من باورم نمیشه اینجا به این سریعی تموم شد. به هر حال نکته آخری که خواستم اینجا در آخر بگم، اول داشتیم راجع به خیانت حرف میزدیم که سوال بیننده قبلی بود، یک بهتون بگم که خیانت موردهای مختلف داره، مچگیری کردن یا اینکه لو دادن خودشون، دلیلهای خیانت، چرا زن خیانت میکنه، چرا مرد خیانت میکنه، حتما جلسات بعد مفصلتر راجبش صحبت میکنم. دو، با عزیزانی که هستید، کسانی که بیمار هستن حتی یا بیمار هم نیستن، سعی بکنید نهایت لذت رو، دقیقه ها رو باهاشون باشین و ببرین، چون این روزها هیچ وقت پیش نمیاد، زمان سریع داره میگذره، همینطور که میبینیم روز و هفته و ماها میگذره، سال جدید اومد، انگار که یک سال به یک سال گذشت از عیدی که داره میاد، و لحظات خوب رو با عزیزان گذروندن بهترین و پرارزشترینه. عشق بدید، محبت بدید، با آرامش زندگی کنید با هم دیگه، و هفته دیگه همه شما عزیزان رو دوباره میبینم. سوالاتتون رو نوشته بودم که چقدر سوال داشتین شما، راجب دیت کردن بود سوال داشتین، راجب بادی لنگویج می‌خواستیم صحبت بکنیم، راجب بیماری‌های وسواسی هستش، و همه اینا رو در هفته دیگه سعی می‌کنم کامپلیت برای شما عزیزان صحبت بکنم. دیت گذاشتن که کی باید پول بده تو دیت، کی نباید بده، مرد باید بده یا زن باید پول بده، کی باید بیشتر خرج بکنه، عروسی رو کی باید بگیره، پول کی، نامزدی رو کی باید بده، و از این دعواهایی که بعداً راجبش حرف خواهیم زد. دوستتون دارم هر جایی که هستین، براتون آرزوی بهترین رو میکنم، هفته خوبی داشته باشید، تا شنبه دیگه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس به طور زنده با شما عزیزان خواهم بود، و تکرار این برنامه هم یک شنبه ها هستش. I love you, have a good day. دایره زندگی، برنامه از من دکتر سیما، دکترای روانشناسی بالینی، دکترای متافیزیک، هیپنوتراپیست بالینی، هر شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس و تکرار برنامه یک شنبه ها 9 شب با شما عزیزان خواهم بود. به امید دیدار شما.